طبق اطلاعات لیک شده که در حال پخشه و داره بیرون همینطوری توی فضای مجازی حسابی میچرخه، چه توی توییتر چه یوتیوب یا هر جای دیگه که داریم نگاه میکنیم و به نظر میادشم که تا حدودی همین اطلاعات لیک شده درست باشه، داره به این موضوع اشاره میکنه که توی اتفاقات اونجرز دومزه قراره که دکتر دوم با بازی رابرت بیادش و اسپایدرمن تام هالند رو بکشه و قراره بریم توی این ویدیو در مورد این اتفاق با هم دیگه صحبت بکنیم و بهتون بگم که این کشتن اسپایدرمن و اتفاقاتی که قرار بیفته مسیر داستانی رو میخواد اصلا به کدوم سمت بکشه. درود به همگی، من شاهین مزینم که روی این ویدیو کلیک کردی، ازت ممنونم. مطمئنم با شنیدن یه همچین خبری الان توی ذهنتون این سوال داره میچرخه که چه اتفاق تلخ و دارکی و قرار مارول بیاد اینجا بهمون نشون بده و اصلا ایده اولیه همچین اتفاقی از کجا پیدا شده. و خب جواب سوال کاملا مشخصه، این ایده و اتفاق قرار بودش که توی اسپایدرمن شماره 4 که تام هالند بازی میکنه پیش بیاد. تفاوتی که سونی و مارول با هم دیگه داشتن توی مسیر اولیه خودش اینطوری بودش که بیان تام هالند توی قسمت 4 بکشنش. حالا مرگ اون یا جلوی یکی از ویلنایی بودش که توی قسمت 4 وجود داشته، یکی از اعضای سیکس سینستری که همیشه خب روبروی اسپایدرمن وای میسه و پشت پرده ماجرا قرار بودش که فیسک باشه و اون قانون ضد قهرمانی که میادش و توی شهر قراره که اونو ثبتش بکنه، اتفاقاتی که قراره توی سریال دردویل بورن گیم ببینیم. این برنامه که فیس پیاده میکرد اینطوری بودش که نمیذاشت هیچ قهرمانی توی شهر فعالیت داشته باشه و میامد اون ویلنایی که میشناسیم که جلو اسپایدرمن و دردویل قرار میگرفتن و استخدام میکرد به عنوان موزور میفرسته سراغ هیروها تا دخل اونا رو بیاره. بعد از مرگ اسپایدرمن توی قسمت 4 قرار بود که بیان یه مراسم تشییع جنازه بزرگی هم بهمون نشون بدن و این موضوع کاملا به این سمت حرکت میکرد که مرگ اونو کامل تایید شده اینجا بهمون بدن که میان حتی اونو توی قبر میذارن و خاکی که روی اونم حتی ریخته میشه. حالا شاید تو ذهنتون بگید چقدر مسخره، چه ایده مسخره ای که مثلا بیایم یه اسپایدرمن رو بکشیم و بیخیالش بشیم. البته برای کسایی که طرفدار تام هالند نبودن میتونست جذاب باشه، ولی یه قسمت ماجرا اینجا وجود داره و اونم برمیگشت به اون تیک سیمبیوتی که از ونوم تو دنیای ام سی یو جا مونده بود. اون تیک سیمبیوت قرار بوده که دنبال تام هالند بگرده تا بره برسه به اون و تو این گشت و گذاری که داره آخر سر جایی که اونو توی قبر میذارن اون میادش و وارد قبر اون میشه، میره توی تابوت و میچسبه به بدنش و این باعث میشه که زنده بشه. همونطوری که معمولا ونوم بدن ادیو احیا میکنه یه حالت شفا بخشی داره، اینجا هم قرار بودش و بیاد و خب تام هالند رو زنده بکنه و اون زخمایی که داره رو درمان بکنه و اینطوری ببینیم که اسپایدرمن با لباس سیمبیوتی خودش از توی قبر بیرون میزنه و این لباس سیمبیوتی آماده میکردن برای اتفاقات اونجرز قسمت 5 و 6 که جلوتر از اون پیش میومد. ولی خب همونطوری که متوجه شدید این ایده کلهم کنار رفت به خاطر اینکه سونی و مارول دو مرتبه نشستن یه برنامه‌ریزی جدید کردن. مخالفتایی که سونی داشت گفت من میخوام اتفاقات مولتیورسی داشته باشم، به خاطر همین این قسمت ماجرا که قرار بود پیش بیادش کلا منتفی شد. اطلاعات جدیدی که در مورد اسپایدرمن 4 وجود داره اینطوریه که این فیلم قراره بین اونجرز دومزدی و از طرف دیگه هم سیکرت وارز بیادش و اکران بشه. یعنی اینطوری باشه که ما اونجرز قسمت 5 داشته باشیم، بعدش قسمت اسپایدرمن ببینیم و بعدن بریم سراغ سیکرت وارز. این باز داره نشون میده که یه سری اتفاقات عجیب غریبی دوباره قراره توی فیلم اسپایدرمن اتفاق بیفته. و اینم بهتون بگم که توبی و اندرو هم دوباره قراره توی اسپایدرمن 4 برگردن، چون اصلا سونی برنامه‌اش اینه که اتفاقات مولتیورسی رو داشته باشه، یه فروشی شبیه به نووی هم این وسط تجربه کنه. با معرفی رابرت به عنوان دکتر دوم و برگشتنش یه مقدار شایع و اتفاقات بالا گرفته و اطلاعات لیک شده جدیدی داره بیرون میاد و اونم برمیگرده به اتفاقاتی قرار رو خود دکتر دوم داشته باشیم. دکتر دومی که اینجا احتمالاً معرفی میکنن قرار خیلی دارکتر از اون چیز باشه که تا الان دیدیم ازش و این اتفاق جوری جلو میره که خب روسا میخوام میدونیم که روسا خیلی خوب میتونن بیان این قسمت دارک ماجرا رو پیاده بکنن، مثل اتفاقاتی که حالا توی اینفینیتی وار و اند گیم داشتیم و این اتفاق قراره که برای دکتر دوم هم پیش بیادش. حالا اینکه دکتر دومی که داریم می‌بینیم یه تونی استارکی که دوم شده یا از اولش هم یه دوم بوده معلوم نیستش، ولی خب تئوری‌های مختلفی هم در موردش وجود داره که قبلا بهتون گفتم و حسابی هم بهش وارد شدید.
وجود کاراکتری مثل رابرت به خاطر اینکه نقش تونی استارک رو بازی کرده و خب داریم می‌بینیم که الان داره نقش دوم رو بازی میکنه و روبروی تام هالند قرار گرفتنش که یه نقش پدرگونه‌ای تا الان براش داشته میتونه اتفاق خیلی جالب باشه، چون میتونه یه شیمی جذابی به اون نشون بده و این روبروی هم شدنه و این احساس اینکه مثلا تام هالند اونو میشناسه میتونه خیلی قضیه رو جذاب بکنه، ولی خب دومی که داریم می‌بینیم شناختی نسبت به اون نداره به خاطر اینکه اون تونی استارکی میشناسه اصلا نیست و اون ویکتور دومه و اینطوریه که میزانه دخل تام هالند رو میاره. حالا طبق اطلاعات لیک شده که بیرون اومده دارن دوتا دسته رو در مورد صحبت میکنن کاری که دکتر دوم قرار بیاد انجام بده. یکیش اینه که چون ما با مفهوم لنگر آشنا شدیم، همونطور که قبلا در مورد لنگر رو با هم دیگه صحبت کرده بودیم و اطلاعات لیک شده که دنیل آرپیکی در موردشون صحبت کرده بود و بعد از اونم دیدیم که توی فیلم دتولن وولورین اومدن این موضوع رو به خوبی بهمون نشون دادن، متوجه شدید که لنگر و شخصیتایی هستند که تو هر زمینی زندگی میکنن و با مرگ اونا دنیایی که توی زندگی میکردن شروع به نابودی میکنه. حالا ممکنه که این نابودی خیلی سریع پیش بیاد، ممکنه که روند کندی داشته باشه، ولی اتفاقی که پیش میاد این وسط اینه که اون دنیا رو به نابودی حرکت میکنه. توی این اطلاعات لیک شده جدیدی هم که وجود داره در مورد این موضوع صحبت میشه که دکتر دوم میخواد بره دنبال لنگرهای دنیاها و دخل اونا رو بیاره تا اتفاقات مولتیورسی اون مسیر بتل ورد پیش بیادش. یه سری دیگه اتفاق هم که اینجا هست و در مورد صحبت میشه اینطوریه که دکتر دوم هدفش اینه که بره لنگرها رو بکشه و اون انرژی کیهانی که توی وجودشون هست رو به دست بیاره و اینطوری تبدیل به گاد دوم بشه. حالا طبق یه سری دیگه از اطلاعاتی که بیرون اومده میگن تونی استارکی که دیدیم لنگر زمین 616 نبوده و احتمال خیلی زیاد قراره که خود تام هالند لنگر زمین 616 باشه و تو این درگیری که با دکتر دوم داره و کشتنش اینطوری باشه که اون انرژی کیهانی رو به دست میاره و زمینم رو به نابودی حرکت میکنه. توافقات جدیدی که مارول و سونی با هم دیگه داشتن میخواد اتفاقات مولتیورسی رو وارد فیلم‌های سونی هم بکنه، یعنی احتمالاً توی ونوم قسمت سوم و کریون شاید یه سری از اتفاقات مولتیورسی باشون یه سری اشاره بهش بشه. یعنی هدف اصلی اینه که مارول بیادش با سونی یه هماهنگی رو داشته باشن و سونی رو به عنوان یکی از زمینایی که توی مولتیورس نزدیک اوناست بیان ازش استفاده های بیشتری بکنن، چون خب یه سری کاراکتر اشتراکی بین این دوتا دنیا وجود داره که از هم دیگه استفاده میکنه و میتونه مارول بیادش از اون شخصیت های اشتراکی بیشتر استفاده کنه. همین باعث میشه که ونوم تام هاردی بتونه توی اتفاقات سیکرت وارز شرکت کنه. مرگ تام هالند و اتفاقاتی قرار از اسپایدرمن داشته باشیم اینطوریه که تا اونم بعد از مردن شاید بیان اون قلمرو روح رو بهمون نشون بدن، همون کاری که قرار بود با تونی استارک و دخترش انجام بدن جزو سکانس‌های حد شده بود، اینجا بیان بهمون نشون بدن که اسپایدرمنی که داریم میبینیم میره و تونی استارک رو میبینه و صحبتایی که با هم دیگه دارن آخرین نصیحتی که تونی براش داره رو بهش میگه و وقتی که برمیگرده متوجه میشه که اون سیمبیوتی که توی دنیا MCU بوده به بدن شسود و باعث زنده شدن اون شده. و از اینجا وارد اتفاقات فیلم بعدی یعنی اسپایدرمن چهارم میشیم، جایی که حالا توبی و اندرو رو داریم و تام هالندی که احتمالاً درگیر سیمبیوت، اون خشم اضافی که سیمبیوت بهش میده، مشکلاتی که با اون داره، شاید اون دوتا اسپایدرمن بتونن بهش کمک بکنن اون خشم خودش رو کنترل کنه و اینطوری این لباس سیمبیوتی رو موتی خودش نگه داره و کنارش بمونه و اینطوری وارد اتفاقات سیکرت وارز بشن، یا اینکه قراره توی نبود تام هالند و اتفاقاتی که داره براش پیش میاد اون دوتا اسپایدرمن بیان یه سری کمک‌های انجام بدن و یه راهی برای برگردوندن اون شاید پیدا بکنه، اونم استفاده از اون تیک ونومیه که مونده و اینطوری بتونن این کاراکتر رو برش گردن. یعنی یه جایی نزدیک به انتهای قسمتی که از اسپایدرمن چهارم ساخته شده شاید بیان تام هالند رو برگردن. حالا برنامه‌شون برای اسپایدرمن چهارم مشخص نیست، ولی اینکه بخواد یه تایم طولانی با اون لباس سیمبیوتی باشه شاید یه مقداری درگیری و حاشیه‌های شدیدی هم بیادش براش درست بکنه، چون میدونن هر بار که سیمبیوت به بدن اسپایدرمن چسبیده تونسته ازش استفاده بکنه و روی اعصاب و روانش رو رفته و اون کاراکتری که میشناختیم با اون کاراکتر قدیمی خودش نزدیک 180 درجه تفاوت پیدا کرده بوده. حالا باید ببینیم که برنامهشون چیه، واقعا میخوان انقدر زمان طولانی اونو نگهش دارن یا این لباس سیمبیوتی چون یه تیکه از سیمبیوت ونوم بوده و جدا شده شاید بتونه با تام هالند یه ارتباط نزدیکی برقرار بکنه و اینطوری نباشه که بخواد اونو حسابی اذیتش بکنه. یعنی همون همزیستی که تونست با ادی پیدا بکنه رو شاید بیان اینجا با اسپایدرمن هم بهمون نشون بدن و میتونه ماجرای مقدار جذابش بکنه یا حتی این باعث بشه که ادی که داری میبینیم هم بیادش برای کمک کردن و وارد اتفاقات و ماجرا بشه. حالا این سیمبیوتی که به پیتر چسبیده و جدا شدن از اون شاید حتی بتونه بیادش و یه ونومی هم توی دنیای MCU بسازه.
البته دیگه این قسمت رو برمیگرده به سونی و دست و دلوازیش که چقدر میخواد بیادش رو به مارول حال بده و یه تیکه ونوم بهشون بده که اونا هم تو دنیاشون ونوم داشته باشن، یعنی ونوم تبدیل به یه کاراکتر اشتراکی بشه این وسط، یا اینکه که همچین کاری رو نمیخوادش انجام بده. ولی اتفاقاتی که داره جلو میره به نظر میرسه که قسمت پنجم و ششم اونجرز اتفاقات دارکی میخواد داشته باشه، از اونجا که روسو هستن، کاری که با اینفینیتی وار و اندگیم کردن، این که کلی آدم رو کشتن، کلی کاراکتر مهم رو کنار زدن، به نظر میرسه که قراره تو این دوتا فیلم هم این اتفاق داشته باشیم و این مرگ و خشونتی چیزیه که دنیای مارول کم داره. این دارک بودنه یه قسمت مهمی که ازش جدا شده. حالا دارن صحبت میکنن در مورد این که دردویل برنگین قراره که یه خشونت خیلی زیادی رو داشته باشه که تا الان توی دنیای مارول ندیدیم و این میتونه پایه خشونتهای بیشتر برای اتفاقاتی مثل اونجرز قسمت پنجم و ششم باشه. از اونجایی که دیدیم دتپول تونست با خشونت خیلی بیش از اندازه در کنار کمدی که داره فروش خوبی هم تجربه بکنه، شاید مارول بیاد به این سمت حرکت بکنه که فیلم و سریالای خودش رو یه مقداری دارکتر بکنه، چون میدونه که مخاطب این دارک بودنه رو دوست داره و سمتش حرکت میکنه. اینطوری باشه که تو اتفاقات بعدی که میخواد پیش بیاد و این دو تا شماره اونجرز کلی کاراکتر مهمو شاید این وسط دست بدیم و خیلی این وسط کشته بشن که میتونه ماجرا رو جذاب‌تر بکنه. یه حس انتقام و از طرف دیگه هم هیجان برای اینکه کی زنده میمونه و کی میمیره شاید به وجود بیاد که ماجرا رو میتونه خیلی باحال‌تر از اون چیز بکنه که تا الان توی دنیای MCU دیده بودیم. در مجموع اینم تمام اطلاعاتی بودش که در مورد اسپایدرمن دکتر دوم وجود داشت، شایعه‌ای که دارن ازش صحبت میکنن و اگه اطلاعات تکمیل شده تری وجود داشت و دیدیم که لیکای بیشتری بیرون اومد که میتونه اتفاقاتو بهتر به اون توضیح بده، حتما براتون ویدیو درست میکنم و داخل کانال میذارمش. نظر و تئوری هم داری حتما داخل کانال تو برام بنویس و لایک و سو زنگولم که یاد نره فعال بکنی، اینطوری میتونی محتوای جدید دسترس پیدا بکنی و بیای توی کانال و ویدیو جدید رو تماشا بکنی. این ویدیو رو هم براتون میذارم اینجا که یه سری تصویر لو رفته فانتاستیک فور وجود داره که بهتون در موردش توضیح دادم که میتونید برید این ویدیو رو هم تماشا کنی. و خب دیگه حرفی هم نمونه، تا ویدیو بعد بدرود.